و رسیده بودن به نزدیک به 40 کیلومتری مسکو و میخواستن مسکو رو بگیرن، چون مسکو رو اگر میگرفتن از نقطه نظر روانی کمر اتحاد شوروی شکسته بودن. و در نتیجه موضوع کار اونها این نبوده که ایران در واقع به دست آلمان ها بیفته، اصلا چنین تصویری تصوری در میان اونها وجود نداشته. اونها میخواستن پیشروی متفقین رو که اونها اطلاع داشتن و این اطلاع رو اتفاقا در اختیار ایرانیان قرار ندادن، در اختیار رضا شاه و دولتش قرار نداده بودند که متفقین قصد حمله به ایران رو دارند. اونها که میدونستند قصد داشتن که در واقع کند کنن پیشروی متفقین رو به ایران، و خب با خیلی ها در این زمینه همکاری میکردند و امیدوار بودند که در این کند شدن آمدن متفقین به ایران بتوانند مسکو رو فتح کنند، که متفقین به اونها پیش دستی کردند و به ویژه اتحاد شوروی با حمله بسیار خشنی که به ایران کرد و بمباران هایی که بی دلیل به ایران می کرد در شمال، در واقع کمر نه تنها ارتش ایران رو شکست، بلکه هر نوع مقاومتی رو هم در ایران برای جلوگیری از ورود متفقین در واقع از میان برد. آقای امینی، صحبت از آقای خامنه ای بود الان. یکی از شخصیت های روحانی به نام احمد بهشتی، عضو مجلس خبرگان در دانشگاه قم، چند روز پیش درباره تعلق خاطر و هواداری ابو علی سینا، پور سینا از ولایت فقیه سخن گفت. احمد بهشتی سرپرست دانشگاه قم با اشاره به زندگانی ابو علی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی، به تعلق خاطر وی به ولایت فقیه اشاره کرد و گفت ابن سینا در کتاب ارزشمند الهیات شفا به طور مفصل بحث جانشینی پیغمبر و واجب بودن اطاعت از او رو مطرح کرده. ببینید، این بحث بسیار طولانی است، اما اجازه بدید که من با این شعری که میگویند ابن سینا گفته آغاز کنم که کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکیو آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. این مردی است که به دلیل توسل به فلسفه متهم به کفر شده بوده. بسیاری از متکلمان اون زمان، چه شیعه چه اهل سنت، با او دشمنی داشتند، چون خردگرا بوده و باورمند به ارزش‌های عقلانی به شمار می آمده. کسی بوده که در دوران اتفاقا بردباری دینی در ایران زندگی می کرده، و تصور این که این انسان طرفدار ولایت فقیه باشه یک تصور نه تنها باطله بلکه مالی خولیه است، چون اصلا بحث ولایت فقیه، گفتگو بر سر ولایت به عنوان ولایت یک فقیه، تا زمان آغاز دوره قاجار و ملا احمد نراقی این عبارت اصلا در فرهنگ دینی ایران پیدا نشده بوده. اولین کسی که اشاره‌ای به واژه‌ای شبیه ولایت فقیه می‌کند ملا احمد نراقی، یکی از کسانی است که فتوای جنگ ایران و روس رو صادر می‌کنه همراه با آخوندی به نام روحانی برجسته دیگری، مجتهدی به نام اصفهانی، سید محمد مجاهد اصفهانی، و این و کسان دیگری هم در این کار بودن، ولی به ویژه نقش او در این داستان بسیار برجسته بوده. ابو علی سینا یا پور سینا در دورانی میزیسته که دوران قدرت گرفتن دیلمیان، آل بویه و جنبش های ایرانی بسیار بسیار بردبارانه بوده. او در واقع شاهد دورانی است که نه تنها دیلمیان بغداد رو فتح میکنند و چیره میشوند در بغداد، اولین ایرانیانی هستند که پس از قیام، پس از شورش علیه خلافت، بغداد رو میگیرند، نمانند نقشی که ابو مسلم داشته که
کمک میکند که عباسیان در واقع چیره بشوند. اینها بغداد رو میگیرند و با اینکه شیعی مذهب بودند و با اینکه اولین گروهی هستند که اجازه میدهند که عاشورا در بغداد به صورت یک برنامه مذهبی برگزار بشود، به هیچ وجه داوری دینی خودشون رو بر مردم ایران چیره نمیکنند. یعنی حتی وزیر یهودی داشتند، اجازه میدهند به گسترش کلیساها و کنشتها در ایران و به هیچ وجه حضور دینی خودشون رو بر جامعه تحمیل نمی کنند. خلیفه ای رو که از کنار بر کنار می کنند، خلیفه دیگری رو که اهل سنت بوده به جای اون میگذارند، با اینکه خودشون شیعی بودند، شیعه دوازده امامی هم بودند، ولی بسیار انسانهای بردباری بودند و اصلا دوران بردباری و تسامح دینی در ایران هست. در این دوران ابن سینا پور سینا زندگی می کرده و تصور این که در این دوران او طرفدار ولایت فقیه بوده باشد یک شوخی تاریخی بیشتر نیست، یعنی شوخی تاریخی هم نیست. اینها حرفایی است که می سازند و جمله‌ای رو از یک کتابی پیدا می کنند و اصلا با اندیشه های یک انسان دانشمندی که یکی از برجسته ترین متفکران تاریخ بشر بوده اصلا نزدیکی نداره. اروپا با اندیشه ابن سینا و ابن رشد هست که با فلسفه یونانی آشنا شد. اون چیزی که در اروپایی به اون آوسین میگویند یا آورشد میگویند، یا ابن سینا و ابن رشد در واقع توانستند با حفظ اندیشه های افلاطونی و نو افلاطونی این اندیشه ها رو از طریق کارهای خودشون دوباره به اروپا بیارن و خرد رو در برابر بنیادگرای دینی قرار بدن. تصور این که خردگرای برجسته ای مانند پور سینا طرفدار ولایت فقیه بوده باشد تنها از اندیشه بیمار کسانی بیرون می آید که فکر می کنند که ولایت فقیه پایان کار جهان و رستگاری و عدالت است. این روزا در ارتباط با بزرگسازی ولایت فقیه بسیار چیزها میگویند که البته معنا داره. آقای سردار مشفق که معروف حضورتون هست، بله، گفته است که مخالف ولایت فقیه مسلمان نیست و قتلش واجبه. ترجمه فرمودین؟ بله بله، این گرفتاری است که ببینید وقتی که حکومتی با بحران روبرو میشه و این بار اول نیست که در تاریخ حکومت‌های دینی چنین اتفاقی رخ داده، وقتی با بحران روبرو میشه به چنین اندیشه‌ای متوسل میشه، یعنی اون برداشت و باوری رو که حتی 40 سال پیش یک برداشت چیره نبود، یک برداشت بسیار بسیار کناری بود، اون رو به عنوان موضوع اصلی مطرح میکنه. اجازه بدید اینجا حاشیه برم یه موضوع رو خدمتتون مطرح کنم. سال 1349 خورشیدی کتابی در ایران منتشر شد به نام شهید جاوید که نویسنده اون یک شخصیت روحانی قم بود، آمده از نجف آباد، صالحی نجف آبادی، کتابی نوشت به نام شهید جاوید. این کتاب در اون موقع، بحث این کتاب خیلی جالبه برای اینکه ارتباط پیدا میکنه با این موضوع حکومت دینی، حکومت اسلامی و سرانجام ولایت فقیه که در اون تا اون دوران در ایران اصلا پایه نداشته. در اون دوره برای اینکه این کتاب منتشر بشه، با اینکه این آدم قبلا در نشریات دیگری مقاله می نوشته و شناخته شده بوده، آدم بیدانشی نبوده، برای اینکه کتاب منتشر بشه این کتاب در اختیار آیت الله گلپایگانی و مرعشی نجفی که دو بزرگترین مرجع تقلید اون زمان بودند قرار میدن در قم و اونها مخالفت میکنن با انتشار این کتاب. موضوع شهید جاوید هم خیلی ساده است. اون میگوید که امام حسین نمیدانسته که میخواهد شهید بشود، رفته بوده به کربلا برای اینکه قیام کنه و حکومت اسلامی ایجاد بکنه. قصدش ایجاد حکومت دینی بوده، همین ولایت فقیهی که بعدها درست شد. و این کتاب مورد اتهام روحانیت سنتی ایران قرار میگیره و حتی آل‌طه‌ها میگوید که بر منبر میگوید آیت